سلام دوستان، به تکنورد خوش اومدید. تا حالا به این فکر کردین که یک محتوایی تولید کنین به زبانهای مختلف باشه؟ مثلا یه محتوا به زبان انگلیسی با صدای خودتون، یا حتی روسی، چینی، هندی، ژاپنی، فرق نمی. توی این ویدیو بهتون یاد میدم که چطوری یه نریشن تولید کنین با صدای خودتون به زبانهای مختلف و بتونین ازش توی ویدیوهاتون استفاده کنین. مواد لازم جهت تولید نریشن با صدای خودتون دو تا AI هست، یکیش آنلاین یکیش آفلاین. AI آنلاینمون گوگل استودیو هست، قسمت تولید نریشن و صدا. آفلاینمون هم ریپلای، دانلود میکنیم و نصبش میکنیم. خیلی هم آسونه، چند تا نکسه و تمام. فقط تو مسیر نصب حتما باید وی پی انتون آن باشه، خودش 120 مگه، ولی 500 مگ هم بعد از دانلود شدن دانلود در اون برنامه ای داره. بریم و همه مراحل رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیزی اینجا سایت ریپلای هست. اسم سایت widgets.com هست /reply، در واقع سایت ویجت اپ ریپلای. روی دانلود فور ویندوز کلیک کنین. دانلود میشه، 120 مگ بیشتر حجمش نیست. بعد از اینکه دانلودش کردین اجراش کنین و نصبش کنین، چند تا نکسه و تموم. فقط حواستون باشه که وی پی ان آن باشه تو کل مسیر نصب و بعدش، چون میخواد حدود 500 مگ داده دانلود کنه که نیاز داره که وی پی انتون آن باشه. بعد از اینکه داده‌هاشو دانلود کرد و تموم شد میتونین ازش استفاده کنین. مراحل کار ما به این صورتیه که اول میریم و یه متن رو آماده میکنیم برای نریشنمون. من اینجا از چت جی پی تی خواستم که یه متن برام آماده کنه به فارسی که درباره تکنورد هست و ازش خواهش کردم که این رو به 4 زبان انگلیسی، فرانسه، روسی و ژاپنی برام ترجمه کنه. یکی یکی شروع میکنیم و وایسش رو میسازیم. متن انگلیسی رو کپی میکنم، میرم داخل گوگل AI استودیو. توی هوم پیج گوگل AI استودیو اگر بیاین پایین سمت راست، تکست تو اسپیچ ویت جمینای رو داریم، روش کلیک میکنیم. اینجا گفته که مولتی اسپیکر او یا سینگل. الان ما سینگلش رو میخوایم، یعنی یک گوینده داشته باشه. متنمون رو پیست میکنیم، یه صدا انتخاب میکنیم یا میتونیم پلی کنیم، هر کدوم رو دوست داشتین انتخاب کنیم. Ready to build something awesome today? صدای فنریر رو انتخاب میکنم و ران رو میزنم. یه چند ثانیه طول میکشه تا فایل صدامون آماده بشه. حالا شاید بعضیا بگن خب چرا ما باید از صدای خودمون استفاده کنیم؟ این که هست داره میسازه. بله هست میسازه، خیلی هم خوبه. فقط دو تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که غیر از من و شما 4 میلیون 5 میلیون نفر دیگه هم دارن از این صدا استفاده میکنن. مشکل دومش هم اینه که فعلا رایگانه. معلوم نیست که گوگل تا که اینو رایگان به همون بده، یا حتی بعد از اینکه کانال مانیتایز شد گوگل تصمیم بگیره که کلیم کنه، بگه که نصف درآمدتون مال منه چون از صدای من استفاده کردید. پس بهتره که صدا رو تغییر بدیم. الان انگلیسیشو با هم گوش میکنیم. TechNavard is exactly what you've been looking for. Here you get daily tips and guides that... این از صدای انگلیسی، من دانلودش میکنم، میرم و فرانسه‌شو میارم. فرانسه رو پیست کردم و دوباره ران رو میزنم. خلاصه بچه‌ها سعی کنین تا اونجایی که میتونین از خودتون، از صدای خودتون، از دانش خودتون استفاده کنین. AI خوبه، نمیگم بده، AI خیلی هم خوبه، ولی تغییرش بدین. اون داده ای رو که به صورت خام از AI میگیرین همون رو مستقیم استفاده نکنین. سعی کنین یه تغییری توش ایجاد کنیم که در آینده به مشکل نخوریم، چون الان یه قانون آنچنانی نداره ولی هر روز دارن یه قانون جدید براش میذارن. صدای فرانسوی رو گوش کنیم. Pratique, TechNavard est exactement ce que vous recherchez. Ici, vous trouverez chaque jour. خب من اینم دانلود میکنم، میرم برای صدای روسی و ژاپنی. تا این آماده میشه من برم ژاپنی رو بیارم. بامزه ترینش همون ژاپنی. Если вам интересен искусственный интеллект, новые инструменты и полезные техноуроки, TechNavard это именно то, что вы ищете. Здесь каждый день вы найдете сам бонемфорд download و paste run. Эй-я-я, дорогие цели, 実用的な tech tutorial に興味があるな. اینا من دانلود میکنم. دوستان فایل آماده شد.
و هم میریم داخل نرم‌افزار ریپلای و از اونجا ادامه کار رو پیش میبریم. این محیط، محیط ریپلای هست. خیلی محیط ساده ای داره. جز سختی نیست. کلن 3 قسمت هست. ترین مودل، استیم آودیو و وکال کانورسیشن. داخل ترین مودل شما میتونین مودلتون رو بهش بدین، صدای خودتون رو بهش بدین و ازش بخواین که مودلش کنه. من قبلا یه دونه ساختم ولی اینجا مجددا با هم یه بار دیگه میسازیم. اول یه اسم بهش میدم، بعد از این قسمت add training data فایل رو بهش میدم. اگه میکروفون خوب دارین میتونین رکورد بگیرین. 3 دقیقه فایل صوتی میخواد. من از قبل دارم، فایل صوتی رو بهش میدم. خب فایل اد شد. این پایین اگر تو ستینگش ببینیم دوتا گزینه داریم. پری استیم رو میزنیم چون که فایل ما بکگراند یا در واقع موزیک زمینه نداره. یک فایل حالت استودیویی هست و هیچ موزیک بکگراندی نداره. گزینه سمت چپ که من الان رو اوتو گذاشتمش، این کمک میکنه که AI بتونه درک بهتری داشته باشه از اون آدیویی که وارد کردیم و بتونه خروجی بهتری بهتون بده. ولی من وقتی رو اوتو گذاشتمش خروجیش خدایی خوب نبود. وقتی از رو اوتو ورش داشتم عدد 200 رو انتخاب کردم خروجی خوبی داد بهم. ولی این دفعه میخوام عدد رو کم کنم و روی 150 بذارم. ببینیم بین 150 و 200 قبلی کدومش بهتر. ترین رو میزنم. یه چند دقیقه طول میکشه تا ترین انجام بشه. تا ترین انجام میشه بریم ببینیم میتونیم قسمت های دیگرش رو هم امتحان کنیم. میتونه مولتی تاسک هست، میتونه دوتا کار رو همزمان انجام بده. میرم داخل وکال کانورسیشن. اینجا هم باز دو قسمت داریم، سلیکت اور دراپ آودیو یا رکورد آودیو. خب ما سلیکت اور دراپ آودیو رو میزنیم. یکی از اون آودیوهایی که از قبل رکورد گرفتیم، فرضاً انگلیسی رو بهش میدم. گوش میکنیم بهش. If you're interested in AI, new tools and practical tech tutorials. این صدای اصلی بود. مدلی رو که از قبل من ترین کردم اینجا دارم، انتخابش میکنم و کانورت رو میزنم. هرچند که این زیر قبل از اینکه کانورت رو بزنم، این زیر یه سری تنظیمات داریم، مثل اینکه میتونیم پیچ صدا رو کم و زیاد کنیم، صدا بمتر بشه، صدا نازکتر بشه، یا یه سری تنظیمات دیگه دارین که با تغییرش میتونین روی کیفیت صدا تأثیر بذارین. ولی بهترین حالتش رو که من امتحان کردم این دوتا رو روی 1 بذارین، این رو هم روی 5 که هیچ دخالتی توی خروجی نکنه. اگر اینا رو تغییر بدین روی خروجی صداتون تأثیر میذاره و رنج صداتون رو عوض میکنه. هرچند که زیادم این تأثیر قوی نیست، ولی اگر مدل درست ترین شده باشه اصلا نیازی نداریم که از این گزینه ها استفاده کنیم. بریم و کانورت آودیو رو بزنیم. گذاشتش توی صف. یعنی نمیتونه همزمان هم مدل رو ترین کنه هم صدا رو برای ما تبدیل کنه. باید صبر کنیم که مدل ترین بشه. بعد از اینکه مدل ترین شد میره برای کانورت کردن صدای انگلیسی به صدای من با مدل قبلی. حالا تا مدل آماده میشه این قسمت استیم آدیوش هم من یه توضیح براتون بدم. داخل قسمت استیم آدیو شما میتونین یه صدا رو اد کنین. البته الان من باید اینو حذف کنم که صدا اد کنم، ولی خب چون گذاشتیمش برای تبدیل فعلا حذفش نمی کنم. میتونین یه صدا رو اد کنین و ازش بخواییم که موسیقی بکگراند اون صدا رو حذف کنه. هرچی توی بکگراند هست حذف میشه و فقط خود صدا براتون میمونه. یه موسیقی بکگراند نداره. اگر بهش برخورده باشین، یه موقع های جایی دارین ویدیو میگیرین برای یوتیوب، یه موسیقی داره تو خیابون پخش میشه همینطوری برای خودش، اون صدا داخل کلیپ شما، داخل بلاگ شما میافته. بعد وقتی میان اون آپلود میکنین داخل یوتیوب بهش گیر میده، میگه که این مورد داره و باید حذفش کنین. شاید بگین خب خود یوتیوب این امکانات رو داره که صدا رو حذف کنه، میوتش کنه یا اینکه جایگزین ریپلیس کنه. بله داره، ولی دو تا مشکل هست. مشکل اول این که شما بعد از اینکه اون نوتیس رو گرفتین، بعد از اینکه استرایک رو گرفتین یا حالا نوتیس گرفتین که آدیو مشکل داره، میرین برای رفعش و این اصلا خوب نیست. مشکل دوم هم اینه که شما یه دور آپلودتون رو انجام دادین
و بعد با تغییرات جدیدی که روی اون ویدیو انجام میدین اون خروجی که مد نظرتون بوده رو نداشته باشین. ولی اگر از قبل بیان اینجا و اون موزیک بک‌گراند رو حذف کنین، میتونین هر موسیقی که دوست داشتین خودتون بذارین پشت صدا و داخل ویدیو ازش استفاده کنین. نکن میندازی همه چی. دوستان گفته بودن که بزیار لونای ویدیو رو زیادتر کن. این خانم زیاد به ما افتخار نمیده که بیاد تو تصویر، به سختی میشه گرفتش. ولی خب الان داشت خرابکاری میکرد، مجبور شدم بازداشتش کنم بیارمش. خانم شما نباید بری سیمای دوربین گاز بگیری. سیم که خوردنی نیست. هست؟ نیست. شما باید غذا خودتو بخوری. بده برو. خب دوستان، بالاخره مدل ما ترین شد. 15 دقیقه زمان برد تا مدل ترین بشه. همطور که میبینید اینجا دو تا مدل هست، بن و بن دو. اون آدیوی هم که بهش داده بودیم که انگلیسی بود رو هم ساخت با مدل بن. به همین راحتی. الان صدای اصلی رو گوش کنیم. این صدای اصلی. من الان فرانسوی رو بهش میدم و مدل دوم رو امتحان میکنیم ببینیم با 150 که بهش دادیم آیا بهتر میشه یا بدتر. خب فرانسه رو هم ساخت. بلهش میکنم. Si vous vous intéressez à l'IA, aux nouveaux outils et aux tutoriels technologiques pratiques, TechNavar est exactement ce que vous recherchez. به همین راحتی آدیو درست کردم با صدای خودم. اینجوری هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که این صدای تو نیست یا حق نداشتی ازش استفاده کنی یا گوگل بیاد در آینده کلیمی بزنه. پس بچه ها سعی کنین که اگر از AI ها استفاده میکنین برای تبدیل متن به صوت، حتماً بعدش تبدیلش کنین به صدای خودتون که در آینده خدای نکرده به مشکل نخورید. بریم و یه زبان دیگر امتحان کنیم. زبان ژاپنی. بامزه میشه احتمالا. کانورت رو میزنم. زبان ژاپنیمون هم آماده شد. این صدای اصلیه. و این صداییه که ما تولید کردیم. فقط یه روسی مونده. یه حالا اونم میزنیم که در حقش ظلم نکرده باشیم. کانورت. خوشبختانه اگر توی ترین کردن مدل یه کمی زمان میبره، توی تولید صداها خیلی سریع عمل میکنن. فقط بار اول برای من 15 دقیقه زمان برد. حالا شما بستگی به سیستمتون داره. یک مدت زمانی رو میذاریم و تمام. بعدا موقع استفاده اینقدر زمان بر نیست. صدای اصلی. صدایی که ما ساختیم. خب. دوستان بریم قسمت استیمش هم با هم تست کنیم و تمام. من یک آهنگ از بانو هایده آوردم. امیدوارم که با مشکل کپی رایت بر نخورم. قسمتش رو انتخاب میکنم. الان کانورتش میکنم که رو حالت استیم میذارم و کانورت آودیو رو میذارم. پلیش میکنم. خودم صدای خودم دبلیدش کرده. نه 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 نه. یک بار دیگه با آهنگ رو انتخاب میکنم. اونجا اشتباه بود. ببخشید. استیم آدیو رو میزنم. خب الان آماده شد. ببینیم پایین قسمت هایی که صدا وجود داشته رو حالت یک بارمانند هایی گذاشته و این قسمت هایی که موسیقی بوده حذف شده. حالا اینجایی که صدا بوده رو ما انتخاب میکنیم و پلی میکنیم. به زیبایی هرچه تمامتر آهنگ را حذف کرده و فقط صدای بانو هایده مونده. به همین راحتی میتونین موسیقی رو از متن
اون ترانه یا اون حالا ولاگ یا هر چیزی که دارین حذف کنیم و فقط صدا باقی بمونه. دوستان این بود از معرفی AI امروز. امیدوارم ازش استفاده کنین و براتون مفید و کاربردی بوده باشه. اگر نظری دارین حتما در کامنت ها بنویسین. خوشحال میشم بخونم. و اگه AI برنامه این نرم‌افزار چیزی مد نظرتون بود خواستین بررسیش کنیم، اون رو هم حتما بهمون بگین داخل کامنت ها. سعی میکنم انجامش بدم. تا دیداری دیگر، بدرود.